الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. این عید سعید، عید میلاد یگانه منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف را خدمت حضار محترم برادران خواهران محترم تبریک عرض میکنم. در ابتدا تشکر میکنم از حضور تکاتک عزیزان که با حضور خودشون مجلس رو نورانی کردن و به این فیض رسیدن که در مجلسی که به نام امام زمان منعقد شده شرکت بکنن و اسم همه ما انشاءالله در این تومار علاقمندان به امام زمان علیه السلام ثبت و ضبط بشه و از کلیه عزیزانی که زحمت کشیدن در این مدت گروه های مختلف که این جشن را اینطور که ملاحظه می فرمایید تدارک دیدن و تهیه کردن، عزیزانی که در قسمت تدارکات و آشپزخانه خدمت کردن الان هم مشغول خدمتن، در گروه های مختلف گروه تئاتر که روزها زحمت کشیدن تمرین کردن، همچنین جناب آقای آماروین که عرض می شود که با اینکه فارسیشون نمیتونن صحبت کنن این کلمات فارسی رو لاتینی نوشته بودن از روش تمرین می کردن و اینجور الحمدلله خیلی زیبا ادا کردن. دیگر عزیزانی که در این گروه زحمت کشیدن، گروه تدارکات، گروه انتظامات، گروه تزئینات زحمت کشیدن، همه عزیزان، گروه سرود، مداح محترم و کسانی که مالن قدمن با زحمتشون در این مجلس امام زمان شرکت کردن، خب اون کسی که باید بداند میداند، اون کسی که آگاه به قلب هاست، اون کسی که ضمایر رو میداند و نیت ها رو میداند، او میداند و اجر هم با اوست، او اجر میده به همه و انشاءالله تمام عزیزانی که حاجتی دارن و به حاجت و نیتی آمدن در محفل حجت ابن الحسن همشون با حاجات برآورده شده از مجلس امام زمان بروند و به برکت امام زمان و عظمت امام زمان در این راه و مسیر همه ما ثابت قدم باشیم و فرزندان ما و دودمان ما انشاءالله تا آخر در همین مسیر امام زمان باشند. اللهم بحق هذه الليله ليلتنا هذه و مولودها، مولود این شب چه مولودی است؟ دو تا کلمه خدمت شما حضار محترم عرض میکنم برای شناخت امام زمان. در عبارت امام علیه السلام میفرماید اون کسی است که اندهو
مواریث الانبیا، میراث همه انبیا نزد حجت ابن الحسن، و لدیه آثار الاوصیا، آثار همه اوصیا انبیا از شیز تا وجود مقدس امام عسکری علیه السلام، آثار همه اوصیا نزد اوست. اگر یک مقدار در این دوتا کلمه تعمق کنیم میفهمیم امام زمان یعنی چه. کسی که میراث انبیا نزد اوست، اول نبی آدم. آدم چه داشت؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه. اون عالمی آدمی که تمام ملائکه در مقابلش سجده کردند، تمام ملائکه اعتراف کردند به آنچه که او دارد از علم. علم میراث آدم در سینه حجت ابن الحسن، میراثدار نوح، اون صاحب کشتی نجات نزد حجت ابن الحسن، میراثدار ابراهیم، اون کسی که خدا به کلمات او رو آزمایش کرد و به امامت رسید، کلمات در سینه حجت ابن الحسن، میراثدار موسی ابن عمران صاحب آیات تسع، اون کسی که و قربناه و نجی یا صاحب نجوای با خدا موسی و کلیم، در روایت که آرزو می کند که هم مقام او بشه، خطاب میشه تو کجا و او کجا. میراثدار مسیح است. مسیح کیه؟ کلمت الله، روح الله، عیسی ابن مریم. آرزوی عیسی مسیح، اون کسی که مرده زنده می کرد، اون کسی که برز شفا می داد، جزام شفا می داد، اون کسی که اون عظمت که خدا میگه کلمت الله، فرزند مریم طاهره مطهره. آرزوی مسیح اینه، خدایا به من عمر بده که پشت سر او بایستم و نماز بخوانم. عیسی وقتی وجود مقدس امام زمان میاد، افتخارش اینه که مأموم حجت ابن الحسن میشه. امام زمان موقع نماز به او تعارف میکنه که بیا تو جلو بایست. میگه نه، تو باید جلو بایستی. این روایتی که میگم شیعه و سنی نه، مربوط به ما شیعه فقط نیست. پشت سر امام زمان نماز میخونه، افتخارش مأمومیت حجت ابن الحسن و افتخارش علمداری لشکر امام زمانه. یکی از یاران امام زمان مسیحه، فلذا اینه که میگن غربی ها زودتر به امام زمان ایمان میارن. دلیلش پر واضحه، وقتی چشم باز میکنن میبینن مسیح، اونی که سنگشو قرها و هزاران سال به سینه میزدن، میبینن مأموم این آقاست. میگن این آقا کیست که آقای ما پشت سر او میسته، فلذا اونا زودتر ایمان میارن. اندهوم مواریث الانبیا، کسی است که میراثدار 124 هزار پیغمبره. این امام زمانه، میراثدار اوصیاست. خوب دقت میکنید خواهرا، این عبارت خیلی مهمه. بهشت میدونید چیه؟ بهشت محل تجلی جمال و کمالاته. بهشت جاییست که در روایت کسانی که وارد بهش میشوند، خدا چهره زیباتر از یوسف به اونها میده.
زشت وارد بهشت نمیشه، متحول میشود صورتها به بهترین صورتها، چون محل تجلی جمال کماله. در این بهشت اون کسی که طاووس و اهل الجنه المهدی، طاووس و اهل الجنه، اینو باید بفهمیم. طاووس اهل جنت یعنی که در بهشتی که آدم هست، موسی و عیسی هست، پیغمبر هست، امیرالمؤمنین هست، اوصیا هستند، انبیا هستند، طاووسشون حجت ابن الحسن. این مقامه که شیخ طوسی در مصباح میگه مثل امروزی که متولد شد این آیه رو خون: تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. تمامیت کلمه به آدم نشد، به خاتم نشد، به علی نشد، به حسین نشد، به انبیا نشد، به اوصیا نشد، به این شخص. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. این سر این که امام حسین میگه لو ادرکته لخدمته، اگه درک کنم پسرم رو خدمتش میکنم. این سری که امیر المؤمنین میگه آه وا شوق، آه میکشه امیر المؤمنین که من اصحاب او رو ببینم. اینه ما و قدر امام زمانمون رو نمیدونیم که امام زمان یعنی چی. راحت از کنارش عبور میکنیم، او رو در قربت قرار میدیم، لااقل روزی یک مرتبه میخواییم دعای اللهم کل ولیک رو بخونیم که انهو یک منتی میخواییم بگذاریم. با اینکه خودمون نورانی میشیم، او کسی است که انبیا با او متوسل میشن، او کسی است که اولیا منتظر قدومش هستن. خوش به سعادت اون کسی که قدر امام زمانش رو بدانه. مردم اگر چیزی بخواد خدا به شما بده غیر از طریق او نمیده. حاجت داری متوسل شدی به پیغمبر، خدا بخواد بهت بده به دست امام زمانه. امروز واسطه بین خلق و خالق اوست. انسان کامل در عصر ما واسطه فیض الهی امام زمانه. متوسل به فاطمه زهرا شدی، اگه حاجتت بخواد دادشه امام زمان میده. متوسل به امام حسین شدی، امام زمان میده. واسطه فیض اوست. این سرچشمه زلال رو رها کردیم، فکر امام زمان از ذهنمون رفته. فقط نیمه شعبان نیست، امام زمانمون رو قریب نگذارید. خدا رحمت کند استاد محمد الله مجتهدی، ایشون می‌فرمودن که از قول یکی از علما در نجف گفت به خدمت حضرت رسیده بود، حضرت خیلی ناراحت، گفتن که نمازشون و مردم در صحن خوندن نماز جماعت، زود رفتن. فرمود فلانی این مردم امام زمان ندارن که بعد از نماز یک دعا برای فرج من کنن، لااقل دست بلند کنه یک مرتبه بگه اللهم عجل ولیک الفرج. با اینکه فرمود اگه برای فرج من دعا کنید، من برای حوائج شما دعا میکنم. اهل بیت اینجوری هم کریم هم. قدمی برداری محال جوابتو ندن، مدیون کسی نمیشن. خاطرتون جمع باشه، ماها همه مدیونشون هستیم. اینقدر بلاها از ما دفع کردن، اینقدر دستگیری ها کردن، ما خودمون خبر نداریم. و اون سفارشی که کرد نسبت به جدش سید الشهدا، اینم بگم و از خدمتتون مرخص بشم. مرحوم جعفر نهنبند اصفهانی 25 سفر
کربلا رفته بود که عرفه رو کربلا بمانه. سفر 25 یک همسفری پیدا کرد، شخصی یزدی بود، از یزد آمده بود. در بین راه این زائر یزدی بیمار شد به حدی که نتونست حرکت بکنه. جعفر کنار او بود که چه میکنی؟ گفت من دیگه نمیتونم ادامه بدم، من از دنیا میرم، فقط یه وصیت دارم، هر چی دارم این حیوانی که هست، اون موقع سفر با اولاغ و عزم میرفتن، این حیوان مال تو، خرجین من، هر چی هست مال تو، وصیت میکنم فقط وقتی من از دنیا رفتم جنازه منو کربلا ببر، اونجا دفن کن. اینو گفت و از دنیا رفت. جعفر گفت چه کنیم؟ قافله نموندن، قافله رفت. این عقب موند، بیابون، مثل حالا سفرهای حالا سفر نیست، سختی نداره. این در بیابان با این جنازه روی دستش، جنازه رو روی قاطر بست، مقداری رفت جنازه افتاد، مقداری رفت دو مرتبه افتاد، مرتبه سوم بیابان وحشتناک، روش کرد طرف حرم امام حسین، گفت یا ابا عبدالله با این ظاهرت چه کنم؟ او رو رها کنم اینجا؟ بخوام بیارم؟ نمیتونم، دست تنها. گفت تا این اشکم جاری شد 4 سوار اومدن. جعفر چه میکنی؟ این جنازه است. اومدن پایین، جنازه رو گرفتن، غسل دادن، کفن کردن. یک آقای بین این 4 نفر بود نورانی، اون آقا به اون نماز خون، اونها اقتدا کردن. بعد به من فرمود که ببند جنازه رو و ببر به حرم امن حسین، اونجا دفن کن. گفت بستن برای من، گفتن حرکت کن. تا گفتن حرکت کن من راه رفتم، یک مرتبه دیدم از قافله، قافله که چند روز قبل‌تر حرکت کرده بودن، از قافله عبور کردم. رفتم قافله ای که قبل از قافله ما از اونها عبور کردم، یک مرتبه دیدم سیاهی شهر کربلا نمایان شد، وارد کربلا شدم، بدن رو بردم قبرستان دفن کردم. بعد از 20 روز قافله ما رسید. گفتن تو کجایی؟ گفت داستانم گفتم. وقتی گفتم گفت یک عده مسخره کردن، چی میگی؟ 20 روز تو اینجا هستی، دروغ میگی. یک عده بی اعتنایی کردن، داستان اون چند نفر رو گفتم، لبس گذشت این ماجرا. گفت روزی شخصی آمد در خانه، در زد. گفتم کی؟ آمدم دم در، حالا در عالم مکاشفه بود یا بیداری، در اصفهان. گفت امام زمان تو رو میخواد. آمدم بیرون، پشت سرش رفتم، به یک محلی رسیدم، دم آقای بالای منبر. گفت امام زمانت. گفت تا وارد شدم جمعیتی هم پای منبر حضرت بودن، به من اشاره کرد، فرمود جعفر چرا جوابشون رو ندادی؟ چرا لبستی؟ چرا نگفتی که زائر جد ما حسین در نظر ما خیلی ارزشمنده؟ ما نگذاشتیم بدن او در بیابان بمانه. زائر جد ما حسین در نظر ما ارزشمنده، بله. زیارت حسین عبارت صحیح در روایت صحیح و سند می فرمد لا ملک مقرب، خوب گوش کنید، ولا رسول مرسل، نه ملک مقربی در عالم ملکوت، نه نبی مرسلی الا و هم یسالون الله ان یعذن لهم بزیارت الحسین. مگر اینکه همه تمنا میکنن خدایا به ما اجازه بده بریم زیارت حسین از عالم ملکوت. همه انبیا و ملائکه در نوبتن که به زیارت حسین ابن علی بیاد.
چنین است که وقتی امام اون روزی که ظهور می کند تکیه به خانه کعبه می کند، اول خود رو معرفی می کند: الا یا اهل العالم انا بقیت الله المنتظر، من بقیت الله هستم. بعد که خودشون رو معرفی کردن، روزه جدشون رو می خونن، روز ظهور، روز اعلام فرج آل محمد: یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانه. ای مردم عالم، جدم حسین رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. روز ظهور امام زمان در مکه روزه جدش رو میخونه. این عظمت سید الشهدا و ظاهر او و اثر امام حسین علیه السلام در داستان ظهور امام زمان است. خدا را قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد، ما را قدردان وجود امام زمانمون قرار بده. قلب مقدس اون حضرت رو از همه ما راضی و خرسند بگردانه. تذکر دیگه ای که خدمت حضار محترم عرض میکنم، بعضا سوال کردن که برای نزوراتشون و نیمه شعبان یا ماه مبارک رمضان صندوق های گذاشتن، کسانی که میخوان کمک کنن برای افطار و ماه رمضان میتونن اونجا بریزن. برنامه ماه مبارک رمضان هر پنجشنبه و جمعه در مؤسسه آیت الله خویی برگزار میشه. مجلس هم از قبل از افطار، یک ساعت به افطار، یک ساعت و نیم به افطار. افطار ببینید چه ساعتیه، یک ساعت و نیم قبلش. انشاءالله اینجا تشریف بیارید. عرض میشود که دور هم میشیم، تفسیر قرآن و مقداری بحث میکنیم، پاسخ به سوالات، بعدم افطار و دعای افتتاح و التماس دعا داریم و لیالی قدر. اینجا برنامه منعقد انشاءالله عرض میشود که از برنامه های روحانی و معنوی ماه مبارک رمضان هم بهره مند بشیم انشاءالله. خب تشکر میکنیم از آجا.